بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام مجدد بعد از دو هفته وقفه با یک درس دیگه از سلسله دروس آنلاین اولتراساوند. تشکر از پیام هایتان، باز هم عرض معذرت از باعث سکتگی در سلسله درس ها. موضوع امروز ما شما سر ترومبوس هیپاتیک ویزلز و گاز در هپاتوبایلری سیستم، پنج تاپیک زیبا و جذاب را با هم دسکس خواد کردیم. اولین موضوع عبارت از پورتال وین ترومبوزیس هست. پورتال وین هم می فهمیم که 75% خونه که به کبد می رسه از طریق پورتال وین می آید و این خونه هست که کبد محترم مسئولیت تجزیه و تحلیل اینمی خونه داره که اینا قسمت اعظمش باز از طریق باولوپ از مواد غذایی می آید که از طریق سوپریور میزنتریک وین و انفریور میزنتریک وین با سپلینیک وین یک جای می شه و پورتال وین می سازه و داخل کبد می رسه. حال من میخوام که قبل از اینکه به این مبحث برم سر ازی تاکید کنم که وقتی که ما کبد مطالعه میکنیم کل مسئولیت سونولوژیستی نیست که از موجودیت کبد معلوم اطمینان بده و مطمئن بسازه که بله کبد تکسچرش خوب بود و کدام فوکال مسلجن نداشت، بلکه ما در پالویزی که سایز کبد اطمینان میتیم، تکسچرش اطمینان میتیم، سرفیس نودولاریتیش اطمینان میتیم، کدام فوکال مسلجن رد میکنیم. بعد از اون سه موضوع دیگر هم باید مطمئن شیم. اول پورت وین ببینیم، کالیبر ازیره حتی از سپلینیک وین تعقیبش کنیم، سوپریور میزنتریک وین ببینیم یک قسمتش که قابل ارزیابی هست و بعد از پورتال وین در داخل کبد ببینیم که دیامترش خوب است، کالیبرش خوب است و داخلش خود کدام چیز ابنورمالیتی نداره. بعد از هپاتیک وینا را در داخل کبد ببینیم، اگر خودشان نمیتونیم به خوبی پیدا کنیم اول آی وی سی را پیدا کنیم، از اونجا هر سه برانچ حداقل تعقیب کنیم، آیا ابنورمالی دیستنت هستند، آیا ابنورمالی نرو هستند، آیا کدام دیگه دارن یا ندارن، و بعد از سوم بایلری چینل ها را مطمئن شویم که در حالت نرمال گفتیم که بایلری چینلز در داخل کبد اصلا دیدن نمیشن در اولتراسان مگری که دیستن شوند. ما یکان دفعه برانچنگ تیوبولر سترکچر را میبینیم که نه به پورتال وین ختم میشه و نه به هپاتیک وینا ختم میشه، فلو مندازیم فلو هم نمیگیرم و مطمئن میشیم که بایلری دکتاس که دیستن شده باید اکستنتش پیدا کنیم که تا کجا هست و کازش هم حداقل سرش فکر کنیم. دلیل از این گپی هست که من متاسفانه این سشن موضوعاتی که در اسرائیل امروزی میاد پرزنتیشن امروز اکثریت از اینا وقتی که با سی تی اسکن و با ام آر آی مراجعه میکنن حتما یک دو سه جا اولتراساوند شدن و همشون اصلا اگنور کردن یا نفهمیدن یا نگفتن یا نهایتش یک دکتر سوم لطف میکنه نوشته میکنه که همه از این ویزل ها و ایتراکت ها نرمال است، در حالی که بعد اونجا میبینیم که سیویرلی ابنورمال هستن و پاتولوژیک. از خاطر از این پرکتیس خود بسازیم و از این اطمینان بتیم برای خود که حداقل ما اینا را ایوالویت کردیم و چیز ابنورمال را نیافتیم. خب پورتال وین ترومبوزیس میتونه آیدیوپاتیک باشه، اصلا کازش ما نتونیم داکومنت کنیم، هپاتیک سیروزیس، انفکشن، انفلمیشن، تومور، تروما، کواغولوپاتی و سرجری ببخشن، هر کدام از اینا میتونه که سبب پورتال وین ترومبوز شون. پریزنتیشن از اینا میتونن که مریض با یک اکیوت ابدومینال پین مراجعه کنه، میتونه با سیکندری کامپلیکیشن هایش مراجعه کنه که سیکندری کامپلیکیشن از چی بوده، میتونه وقتی که پورتال وین ترومبوز میکنه میفهمیم که کانجسشن بکورد ایجاد میشه، ممکن سوپریور میزنتریک وین یا حتی ترومبوز تا سوپریور میزنتریک وین برسه و یا همی که امی فلوی که ایجاد شد بکورد سر باول لوپا تاثیرات میگذاره، باول انفرکشن ممکن به وجود بیاید، پریتونیت، باول پرفوریشن، و یا هم اگر تا این مرحله پیش نره وقتی که ما میبینیم که بلاد تخلیه نمیشه سوپریور میزنتریک وین و انفریور میزنتریک وین، مطمئنن چیزی که به وجود میاد اسایتس ممکن به وجود بیاد، پس ما ممکن از باعث سیکندری کامپلیکیشن های پورتال وین ترومبوز مریض مراجعه کنه و ما وقتی که سکن میکنیم با اونمو پرکتیس منظمی که سکن میکنیم که هر سه چیز میخوایم اطمینان بتیم پیدا میکنیم که مریض پورتال وین ترومبوز داره.
یا هم که اگر مریض سیروز داده باشه و پورتال هایپرتنشن به وجود آمده باشه که در سیشن های قبلی گفتیم که وقت که سیروز به وجود می آید کبد مقاومت ایجاد میکنه و این ممکن با خود ترومبوز پورتال وین هم به وجود بیاید، بکوارد مشکل ایجاد میشه، سپلینومیگالی، اسایتس، واریسز و کلاترال فورمیشن ها، اینا همشان به وجود میان که ما ممکن وقت که سکن میکنیم مریضه میبینیم که پورتال وین اصلا دیده نمیشه. حال این دایرکت ساین هایی که برای ما نشان میده که پورتال وین بسته هست و مسیرش خوب نیست اما هست که ما ببینیم سپلینومیگالی، اسایتس، کلاترال ها و بالاخره واریز ها، اینا همشان ممکن فیچر های باشه که مریض از خاطر از این مراجعه. در اولتراسان ما چی رو میبینیم؟ در فیز ارلی و اکیوت ما چیز رو که میبینیم سالید متریال رو میبینیم که لومنه پورتال وین اوکلود کرده یا پارشل یا کامپلیتلی و اینا میتونن که ایزویکویک باشن یا هایپویکویک. چون در مرحله اکیوت اینا خیلی زیاد دنس و کلسیفای نمیشن، از او خاطر ما اینا را هایپر ایکویک نمیبینیم، اما متریال ایزویکویک یا هایپویکویک میبینیم که در داخل لومن هست و یه ایمیج خیلی زیبا از اولتراساوند کیسز انفو گرفته شده در وبسایت. در این قسمت ما میبینیم که اندیکویک فلو را میبینیم و اینجا هم میبینیم که ما یک هایپویکویک استرکچر را داخل لومین میبینیم. مطمئنا فشار میتیم، فلو مندازیم و بعد از او حداقل پروب تغییر میتیم، چون یکی از آرتیفکت هایی که ما خواندیم که ممکن در لانگیتودینال ویو بر ما ترومبوز فالس پوزیتیو نشان بده در حالی که واقعا وجود نداشته باشه. اگر یادتون رفته باشه و آرتیفکت، لطفا به سشن آرتیفکت ها مراجعه کنید. در غیر از اون ما ای به این شکل مطالعه میکنیم. یکان دفعه ترومبوز را که ما میبینیم، ببینیم در این کیس بعدی اکستنسیف ترومبوز از اکسترا هیپاتیک گرفته تا این قسمت ها مکمل این مسیر کلش توسط ایزویکویک ماتریال بسته شده و تا به برانچ های انتراهیپاتیک ها هم تمادی داره و تا این قسمت ها رفته. میگن که شما وقتی که ایره دیدن یکان دفعه فلو پرتن، اگر در داخل از این شما کدام فلو را دیدن شک کنن که اینا میتونه تومور ترومبوز باشه. پس یعنی به این مفهوم که این لخته خون نیست فقط، اونمو اگر کدام کتله در داخل کبد داریم یا در اطراف از این، اونا اونمو اکستنشن تومور هست که به داخل پورتال وین رفته و به نام پورتال تومور ترومبوز یاد میکنن. دیفرنشیال دیاگنوز باز چی شده میتونه؟ ریکانالایز ترومبوز، وقتی که ترومبوز کرونیک میشه در صورتی که حتی تومور ترومبوز هم نباشه، یک ترومبوز معصوم نان تومورال باشه، اینا با مرور زمان ممکن ریکانالایز شون و در وسط ما فقط یک فلوی کامرا ببینیم که ایره با هم مغالطه نکنیم، یک مسئله کلینیکی و یک پوینت خوب. در این کیس زیبا باز هم ببینیم که ایجا ای پورتال وین مکمل دستند شده. اگر کالیبرش ببینیم حتما خیلی از نرمال دستند است که نرمال شما و شما خواندیم که تا 13 تا 17 ایمم میتونیم که نرمال قبول کنیم. وقتی که کلر انداخته شده در اطراف از هیپاتیک آرتری رو میبینیم که فلوی خوب داره اما پورتال وین فلو نداره. پس این یک اکیوت پورتال وین ترومبوز است. وقتی که مسئله کرونیک میشه، وقت زیاد سپری میشه سر مریض، که ما در همین هفته گذشته هم یک کیس به همین شکل داشتیم، یک طفله که 7 ساله بود برای کولدیکال سیست سابقه عملیات شده بود، آله با فیچر پورتال هایپرتنشن مراجعه کرده بود، یک ماسیف سپلینومیگالی داشت، واریس ها در دسترال ایزوفاگوس داشت و بالاخره کلاترال های زیاد دیجه داشت و با جی آی بلیدنگ و با ای ابدومینال پین با ای کلینیک. وقتی که برای مریض معاینات صورت گرفت دیده میشه که اصلا پورتال وین که داخل کبد شوه و کالیبرش ما ببینیم داخل از ترومبوز، اینا رو اصلا نمیبینیم، چون وقت که کرونیک میشن اینا مکمل کانترکت میشن، کلسیفای میشن، فیبروتیک میشن. پورتال وین نرمال اصلا دیگه ما نمیبینیم. برعکس چی رو میبینیم؟ در اطراف پورتال وین، در هیپاتیک هایلم، در قسمت پورتو هیپاتیس ملتیپل کلاترال ویزل ها رو میبینیم. وین ها یا ویزل های متعدد زیاد رو در اینجا میبینیم که اینمین ها رو به نام کاورنوس ترانسفورمیشن یاد میکنن.
وقتی که شما مریض اسکن میکنین میبینین که پورتالوین دیده نمیشه، برعکس در قسمت پورتوهیپاتیس ویزل های بسیار زیاد معوج را میبینین. امینا کاورنوس ترانسفورمیشن است که کرونیک پورتالوین ترومبوز تداعی میکنه برای ما شما. برلایز که اینا ایجا کاورنوس ترانسفورمیشن میشن، کلاترال ها و واریس های زیاد را هم ایجاد میکنن، سپلینیک وین ممکن سیگنیفیکنتلی دیستنت شوه و مسیرهای که دایورت کنه این مسیر به وجود میاد، ایزوفاجیل واریسز و ابدومینال وال واریسز، اینا ممکن همشون به وجود بیاید. اینا فیچر برای کرونیک پورتال وین ترومبوزیس. مسئله دوم بارتس پورتال وینس گاز هست. باز هم پورتال وین شناختیم که قسمت اعظم خونه که به پورتال وین میایه یک مقدار کمش خواهد سپلینیک وین، اما قسمت اعظم خونه وظیفه وی که میایه از سوپیری رو انفیریر میزنتریک وین که از باول میاد. باول چی داره با خود؟ باول به داخل خود گاز داره و وقتی که اگر احیانا ای مخاط جدار باولوپ وظیفه خود درست اجرا نکند، نظر به هر دلیل اینا مصاب شوند، از یک گاستروانتریت گرفته تا به انفکشن تا به انفلمیشن اسکیمیا، هر کدام از این که ای جدار مصاب بسازه میتونه گاز از داخل از ایلومن داخل جدار باولوپ شود و وقت که داخل جدار باولوپ شد از این مسیر میزنتریک وین ها اینا به انفریور و سوپریور میزنتریک وین و بالاخره به داخل پورتال وین و به داخل کبد میان که ما در داخل کبد گاز میبینیم. این یک فایندینگ خوب هست. مریض مراجعه میکنه با یک کلینیک ریلیتد تو باولوپا. شما اولتراساوند میکنین، باولوپا را به خوبی مطالعه کردن میتونین و مریض کلینیکلی و کریتیکلی ایل معلوم میشه. شما اولتراساوند که میکنید داخل کبد در پورتال وین برانچ ها شما گاز میبینید. این یک فایندینگ بسیار استرایکینگ هست که شما را باهوش میسازه که کلینیشن متوجه بسازین که یک گپ شدید وجود داره. یک گپ وجود داره که حتما یک قسمت از امعا وظیفه خود درست اجرا نمیکنه، تخریب شده، ممکن انفرکت به وجود آمده باشه، نکروز به وجود آمده باشه، که شما اینی اندایرکت فیچر هیپاتیک گاز میتونین بکوارد به طرف باولوپ رجعت بتین و دکتر راهنمایی کنین و برش معلومات بتین. کازهایش نیونیتال انتروکولایتس، باول ابستراکشن، گاستریک انفیزما، هیرسپرونگ دیزیز، انتستینال والولاس، انفکشن، اسکیمی، تراما، مالگنانسی ها، دودینال پرفورشن ده بیس ای آر سی پی یا حتی باریومینما پیش مریض صورت میگیره در بیس از کلایتیس به وجود میاد. هر کدام از اینا سبب از این شده میتونن که ما پورتال وینس گاز یا نیومو پورتی را ببینیم. خوب سونوگرافیک فیچرز، اولتراساوند مودالیتی خوبی هست که ریال تایم برای ما حرکت گاز را نشان داده میتونه. مودالیتی که هیچ مودالیتی دیگه تا فعلا این کار را نمیکنه. سی تی، اکس ری، ام آر آی، فلوروسکوپی اینا ویدیو برای ما نمیگیرن، بلکه این اولتراساوند است که برای ما ریال تایم نشان میده. وقتی که در پورتال وین شما پروبه استاد میکنن و میبینن که ای برانچینگ یا ببل های ایه را به زیبایی میبینید که با یک سرعت تمام طرف لیور حرکت میکنه از داخل پورتال وین، حتی با برانچ هایش هم میبینید. ای کیس که ایجا ایمیج هایش هست ای را قبلا هم دیسکس کرده بودیم در ریویوی بایلری سیستم کیسیز. یک طفلک 11 ساله است با بلادی دیاریا مراجعه کرده و وقتی که ما میبینیم به این شکل یک کرویلاینر لیوسنت لاین ها را میبینیم، گاز ها را میبینیم که اینا گاز بد هست. گاز بد به خاطر است که گاز در داخل لومین باول نیست، اینا گاز هستند که در داخل جدار باولوپ هست و این فایندینگ هر کسی که یک کلینیشن باشه خواه در هر فیلد کار کنه اینا را باید بشناسه، چون اینا یک فایندینگ سیگنیفیکنت هست و اینا را باید ما بفهمیم که این نشان میده بر ما که نیوماتوزیس انتستینالیس به وجود آمده. یعنی اونمو گپ که مخاط باولوب در یک قسمت خراب شده، هوا در داخل جدار باولوب رفته که میتونه یک نکروتایزنگ انتروکولایتس یا یک اسکیمی باولا بر ما تدایی کنه یا نشان بده. ای اولتراساوند است، ای فیچر نشان میده. دومی که ما این قسمت میگیم که ساحه کبد هست، در اینجا به شکل نرمال ما زیاد گاز متوقع نیستیم، این یک مقدار قبول میکنیم، یک مقدار میگیم که دودینوم میتونه باشه،
اما اینجا 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 این نقاط برانچنگی که هست این گازها را ما قبول نداریم. ای اونمو نیومو پورته هست، گاز داخل پورتالوین. وقتی که ایکس ری دیده شد چی کار میکنیم؟ اولتراساوند از دی بیست مودالیتی فور فورتر ایوالویشن. اولتراساوند برای ما نشان میده یک قسمت اعظم کبد را میبینیم که کلیرلی کبد به این شکل که سابق میدیدیم دیده نمیشه، بلکه ایجا حتی در پریفریشی کوجنیک ماتریال برانچنگ زیاد میبینیم که پشت سرش هم یگان شیروینگ ایجاد کرده که قسمت ها رو ما خوب دیده میتونیم. باز هم قسمت راست کبد هم میبینیم که در داخلش برانچنگ کوجنیک ماتریال. یادم است یک دکتر سیب گفت که یک تفلک ماینه میکنم کبدش کاملا کلسیفای شده، هیچ برای من نشان نمیده که من تکسچر نرمال کبد ببینم. او کبد کاملا کلسیفای نشده بود، بلکه یک اکستنسیو پورتال وینس گاز بوده که ای در ذهن ما باشه و ای را بشناسیم. وقتی که زیاد اکستنسیو میشه ای خودشان ایکوجنیک و بکوارد هم کل لیور را هیدروجنس میکنه که ما به خوبی دیده نمیتونیم، چون ایر به وجود میایه و ایر هم یک ارتیفکت را ایجاد میکنه که لیمیت میکنه اکسس ما را. باز هم ای در داخل کبد گاز هست و ای گال بلیدر را برای ما نشان میده. ایمیج دیگه از باولوب گرفته شده که در جدار باولوب و زیبایی ما ای گازها را میبینیم که ای اونمو کیس هست و در رادیو پیدیا نشر شده و در این دسکشن شما خودتون باز ویدیو را پاس کنین بخونین که دلایلش چی بوده میتونه، در اولتراساوند و اکسری چی را میبینیم و چی کارهای میشه در نظر بگیریم. موضوع هاد روز کووید 19. یک استادی خوبه در مورد ابدومینال ایمیجینگ فایندینگ این کووید 19 پریلیمینری ابزرویشن در جورنال رادیولوژی که بلندترین جورنال رادیولوژی است، رادیولوژی سوسایتی آف نورت امریکا RSN پابلش میکنه و امپکت فاکتور 13 داره و ای آرتیکل پابلش کرده و خیلی آرتیکل اپدیت است. اگر علاقه مند بودین میتونین بخونین. به 11 می 2020 نشر شده. ای استادی بالای 420 پیشنت کووید که ابدومینال سمپتوم داشتن مودالیتی های مختلف ایمیجنگ صورت گرفته و فایندینگ که بد رقم با پریزنتشن ما ربط داره اوی است که پیش 20% مریضایی که پیششون سیتی سکن صورت گرفته فایندینگ که داشتن نیوماتوزیس انتستینالیس و پورتال وینس گاز بوده که اینا نمایانگر ابنورمالیتی داخل باولو بودن و پیش اکثریت از اینا قسمت زیادی از اینا که ماینات صورت گرفته و بعد از سرجری شدن انفرکشن های وجود داشته، باول اسکیمی و باول انفرکشن ها در بیس کووید و ای کامپلیکیشن. پس چیزی که برای ما پیام میرسونه که پیش یک مریض کریتیکلی الکیمیای ما مطمئن میشیم که خوب کتله در لیور نیست و فلان نیست و بسمدان و ما مسئول نیستیم که در مورد باولوب معلومات بتیم، چون باولوب در اولتراساوند ایوالویت نمیشه و کلمات که در ذهن ما از سابق مانده، این کار خوب نیست. کار میکنیم که ما برای اندایرکت ساین ها در داخل کبد هم میبینیم، میتونه که دیدن یک گاز در داخل کبد کلینیشن متوجه بسازه و او فکر کنه که مشکل در باولوب ممکن باشه. اگر اسکیمی و انفرکت باولوب در ایرلی استیج پیدا کنه از موربیدیتی و مورتالیتی شدید میتونه که جلوگیری کنه. این دو کیس از همین آرتیکل هست. یک کیس نشان میده که پیش مریض انسیدنتلی وقت که سکن کرده اولتراساوند کرده، یک مریض 34 ساله هست، زیاد اولد ایج هم نیست، گاز ال‌دیفایند در داخل پورتال وین برانچ ها اینا دیدن و اینا دلالت کردن که از این پیام گرفتن به شکل که باولوب موف هست. و این مریض دیگه یک فایندینگ دیگه هم که در اولتراساوند داشتن کولیستازیس یا سلج فیلد گال بلیدر یکی از فایندینگ بوده که پیش از این مریض ها به وجود آمده. ممکن دلیلش اونم تحلیل نکردن، حدس که ما میزنم ممکن همی باشه که مریض ها پرنترال نگرفته باشن زیاد وقت یا این خود النس سبب ایجاد سلج در داخل باولوب میشه که ما در داخل گال بلیدر میشه که ما ایره قبلا هم گفتیم. پیش یک مریض کوشش کردن که کولیسیستوستومی اجرا کنن، پرکوتانیوس کولیسیستوستومی، یعنی خواستن که چون گال بلیدر سیگنیفیکنتلی دیستند بوده، احتمال از این که گال بلیدر وال نکروز و پرفورشن رخ نده، اولتراساوند گایدید سوزن خود پیش بردن و در داخل گال بلیدر استومای خود استومی خود ایجاد کردن.
خب از پورتال وین که بیرون شویم به هیپاتیک وینا میرسیم. انتیتی که هیپاتیک وینا را میتونه مساب بسازه عبارت از هیپاتیک وین ترومبوزس هست که بادکری سندروم به همی میگیم که عبارت از گلوبال یا سگمنتال هیپاتیک وینس اوت فلو و آی وی سی ابستراکشن هم میگن. اینا میتونن کازهایش ما سشن سلاید ها را در سشن قبلیه که دیفیوز هیپاتیک دیزیز بود دوجه هم دسکرایب کردیم. اینجا فقط یک ریویوی دوباره سر زمین تاپیک با هم میکنیم که ما چیزی را که میبینیم اویی است که ممکن هیپاتیک وینا سیگنیفیکنتلی نرو کالیبر داشته باشن، کاملا ممکن اوکلود باشن یا نبینیم، و یا هم وین هایی را ببینیم که وین ایجاد شده و شنج های تازه در داخل کبد ایجاد. اولتراساوند فیچرهایش گفتیم که در اکیوت ممکن هیپاتوسپلینومیگالی را ببینیم که هتروجینس تکسچر داشته باشه، در کرونیک کاجت هایپرتروفی میکنه، پریفیرال اتروفی میکنه و ریجنریتیو نودیولا با وجود میه. هیپاتیک وینا را ببینیم بسیار نرو کالیبر ممکن داشته باشن یا حتی اصلا نبینیم، و یا ای که اگر ببینیم در داخلش ترومبوز ببینیم که در یک کیس میگه بر ما که این نسبتاً کیس اکیوتش است که انفیریور وینا کیوا و هر سه دانه هیپاتیک وینا پر از ترومبوس هستند، و به می شکل چون مین ویه که لیور تخلیه میکنه بسته میشه، ما میبینیم که مجبور کلاترال وینا ایجاد شوند که بایپاس کنن که در پریفری کبد در این قسمت ها وینا ایجاد شده و اینا میخواین که مسیر تغییر بتن و برن به طرف از طریق آی وی سی دوباره به طرف قلب پایین شوند، که اینی فایندینگ هایی است که با ما کمک میکنه در شناختش. و اساتیدش هم برای خود دلیل مشخص داره که چون بکورد هیپاتیک لیور تخلیه نمیشه، از این خاطر اساتیدش هم به وجود میایه. موضوع دیگه عبارت از بایلری تری گاز هست که دلایلش وبسایت رادیوپدیا تحت نام نیوموبیلی به این لست طولانی ذکر کرده که از یک انسترومنت پلیسمنت گرفته تا انکامپیتنت سفنکتر آف بودی تا انستوموز ها و بالاخره فیستولا ها و انفکشن ها، هر کدام از اینا میتونن سبب بایلری تری گاز شوند. ارزش کلینیکی ده چی است؟ ارزشی است که کلانترین مسئله ای است که ما باید بایلری تری گاز از پورتال وینس گاز تشخیص تفریقی بکنیم. دلیلش این بود که پورتال وینس گاز به شدت تشریح کردیم و گفتیم که این یک فایندینگ سیگنیفیکنت و نان اگنوریبل میتونه باشه برای ما شما. اما بایلری تری گاز ممکن پیش یک فرد کاملا یک انتیتی قابل قبول باشه از نظر کلینیشن و از نظر ما شما، چون ممکن او یک پاتولوژی رسپری کرده باشه، یک پروسیجر صورت گرفته باشه و این کاملا نرمال باشه که ما در بایلری تری گاز ببینیم. پس مسئولیت ما این هست که حداقل اینا را 100% تشخیص تفریقی کرده بتونیم که در کدام سیستم هست و بعد از او به کلینیشن بگوییم و او مطابق از تصمیم بگیره که آیا وریسم هست یا نیست. ما میفهمیم که پورتال وین خون به طرف کبد میاره و تا قسمت پریفری تا هر قسمتش ایره رسانده میتونه. پس اولین فیچری بود که وقتی که ما میبینیم که گاز اگر حرکت میکنه در ریال تایم به طرف کبد و ایره مطمئن میشیم که این گاز در داخل پورتال وین بود به امور ریال تایم اگزم، این پورتال وین از گاز است نه بایلری گاز، چون مسیر سنتری فوگل داره. اما بایلری تری چون در داخل کبد بایل ساخته میشه و مسیرش اصلا اوتساید است، به طرف بیرون حرکت میکنه، پس ما اگر حرکت را هم حس میکنیم این حرکت به طرف هیپاتیک هایلم هست. یک گپ دو در پورتال وین از گاز در اوکیس مشخص هم که ما دسکس کردیم، ما در ویری پریفری کبد میتونستیم گاز ببینیم چون پورتال وین است و وین تو هر جای میره، اما بایلری چینلا که هستن در این پریفری که در اطراف باشه اینجا به اندازه سیگنیفیکنتلی دیستنت نیستن که گاز دوجا برسه، چون گاز از این مسیر بعد بدون فشار آمده تا اینجا نهایتش تا این قسمت متای سنترال کامن هیپاتیک داکت و انترا هیپاتیک داکت هایی که در رایت تو لفت لوبو میرن تا این لیولا گاز ببینیم، اما متوقع نیستیم که در ویری پریفری کبد اینا رو ببینیم. این کلوی هست که با ما کمک میکنه که پورتو وینس گاز از بایلری تری گاز تشخیص تفریقی بکنیم. انتیتی دیگه عبارت از لیور پرنکایمال گاز هست که گاز در داخل پرنکایمای کبد میبینیم. دلایلش میتونه که گاز فارمینگ
ارگانیسم ها در داخل آبسه یا کدام انفرکت باشه که در داخل کبد به وجود آمده باشه، پست تروماتیک میتونه باشه، هپاتیک آرتریال ترومبوزز و ترانسپلانت سرجری، هر کدام از این سبب شدن میتونن. ما در اولتراسان چی میبینیم؟ ایکوجنی کیریه ها پوستریور اکاستیک شروینگ اینا را میبینیم. یک کیس از کتاب اولتراسان در ریکویزیت است، کیس جالب و زیبا. اول ایکس ری را اگر انالایز کنیم میبینیم که ما در اون قسمتی که کبد متوقع هستیم، این قسمت هاست، در اینجا چندین لیول گاز میبینیم، چندین لیول گاز میبینیم که با کرسر هم برای ما نشان داده. خوب ما به چیزهای زیاد فکر کرده میتونیم. اولی که میگیم که ممکن اینا اگر significantly dilated bowel loop باشه در خدام یا در خلف کبد و اینا سبب شده باشه، اما باید بپالیم که دیگه ابدومن ایکس ری تاما داشته باشیم و مطمئن شیم که آیا فیچر بر ابدومنال دیستنشن هست یا نه. در غیر از اون قسمت لیور به این شکل کبد ما مشکوک میشیم که یا هپاتیک ابنورمالیتی هست یا سب دیافراگماتیک پیری هپاتیک ابنورمالیتی است. برای مریض کار ساده ای که میکنیم، پیش از این صورت گرفته رفته به طرف اولتراساوند، دو اولتراساوند دیده که این تو یک ساحه ایکوجینی که دیده میشه پوستریور دیرتی اکاستیک شیروینگ داره، باردر خلفیش کلیرلی واضح نمیشه، ممکن لژن تا اینجا باشه تا اینجا باشه، و بعد از او هم رفتن به طرف سیتی اسکن. در سیتی اسکن میبینن که یک کلکشن فلوید در اینجا داره و در پلویش هم یک هوا داره. وقتی که یک لژن سیستی که در داخل کبد ما میبینیم که در داخلش هوا هم باشه، پس ما اولین چیزی که فکر میکنیم هپاتیک آبسه است که از گاز فارمینگ ارگانیسم به وجود آمده و گاز هم با خود داره. خب گپای خود ختم میکنیم، چون دو هفته وقفه آمده بود، 10 دقیقه هم فکر کنم ویدیو طولانی شد. یک کیس هست از هفته گذشته، یک طفلک 11 ساله با یک سمپتوم نان سپسیفیک، مریض از فیور و چیلز و ومیتنگ و کف و با این کلینیک مراجعه کرده. زیاد اعراضش مربوط ریسپایرتوری سیستم بوده، از او خاطر با اکسری شروع کردن. در اکسری چیز را که میبینیم، اول رایت هیمی دیافراگم سیگنیفیکنتلی الیویتد است کامپیر تو ده لفت ساید. به شکل طبیعی تا 1.5 سانتی متر میتونه که رایت هیمی دیافراگم بالاتر باشه، یعنی تا اینجا ما قابل قبول هست بریم، اما پیش از این مریض دیافراگم تا این قسمت ها بالا رفته، دیافراگم تا قسمت زیاده بالا رفته، تا اینجا میتونه که بالا رفته باشه. چیز دیگه که خوب ما کی رو ببینیم، اول فکر میکنیم سر چیزای زیاد، اولی که میتونه که کلپس لاور لوب باشه، دیافراگم بالا برده باشه و این جه هم یک لوسینسی ابنورمال داریم، به این شکل یک لوسینسی دیده میشه که ما میتونیم به این شکل دیلاینیتش کنیم. خوب این میتونه یک پولمونری آبسه باشه، یک سب دیافراگماتیک آبسه باشه، یک هپاتیک ابنورمالیتی باشه، با این شکل یک چیز را داریم. و بعد از اون چون کلینیک مریض گنگ بوده، دکتر وقتی که ورکاپ خودش شروع کرده، از ایکس ری هم گرفته، ایکس ری چست و ایکس ری پینس هم گرفته که ظاهرا در پار نزل ساینس ها ما چیز سیگنیفیکنت ابنورمال نداریم، این نرمال هست. من خیلی دلم میخواد که بفهمم که آیا برزی اولتراساوند شده یا نشده و سونولوژیست چی دیده. متاسفانه من چون این فایندینگ ندارم، فقط من ایکس ری دارم و بعد از او بر ما سیتی سکن تفلک روان شده. سیتی سکن که گرفتش در این توپوگرام است، ایمیج ما قبل سیتی یک با ماشین سیتی سکن گرفته میشه و سیمیلر تو ایکس ری هست. ببینیم در اینجا این ایکس ری شاید از 2-3 روز قبل باشه، اما 2-3 روز بعد حال چی داریم؟ حال ما ایجا داریم که این باردر یک رقم دیگه هم ابنورمال شده به این شکل، باردر دیافراگم، و در اینجا یک چیز را داریم لیوسینسی که ظاهرا هوا را تداعی میکنه بر ما شما دیجا، و یک بار در دیگه ایج داریم که ممکنی را بگویم که لیور است که یک طرف یک رقمی طرف تلش کرده، و لنگ اب نورمالیتی هم در جایا وجود دارد این توپوگرام که ما یعنی حداقل هدف نیست که اگر 4 روز بعد ایکس ری ریپیت شده ای فایندینگ ایکس ری هست. چون ایمیج های سیتی اسکن اویلیبل است ما ایرا میبینیم و بسیار زیبایی چیز را که میبینیم، یک ابنورمال کلکشن با ایر فلوید لیولی قسمت پایینش اینش
آب هست و این قسمتش هوا هست. چیزی که آب و هوا داشته باشه و لیول بسازه، اینا دیگه آبسه هست. در کجا هست؟ در زیر دیافراگم هست. این لیور هست، مارجین لیور، و این دیافراگم هست، این کانتور دیافراگم هست. این بالاتر از دیافراگم این لنگ هست که کلپس شدگی هست. خوبی فایندینگ ها، و این هم لیور است که به این طرف ایره پوش کرده. یک آبسه سب دیافراگماتیک، یک فیچر زیبا یا متاسفانه برای رادیولوژیست زیبا، اما برای مریض نازیبا و دیداره که دیافراگماتیک جا خود دیافراگم فیستولیشن داده به پولمونری، و ای اونمو قسمت دسکانتینویتی دیافراگم ما در ایمیج به خوبی میبینیم، یک سب دیافراگماتیک آبسس. پس ایره اگر بر شما دوستای عزیزی که سونولوژیست خوب هستین، اگر ای بر شما بیایه یا میامد، 100% باید ایره تشخیص میکرده که یک پلورالی فیوژن نیست، یک انتراهیپاتیک ابنورمال انتیتی نیست. یعنی امیال در ذهن خود تدایی کن که ایره اگر با شما میبود چی میدیدین. ایش خوب مطمئنن میدیدن که فلوید هست و تا پیداش میکردن. بالایش چی میگفتن؟ آیا لنگ هست؟ نه. پس این هم یک آبسه هست که از این کس ما بکورد اگر میبینیم ریتروسپیکتیو شاید کار ما راحت تر شد، اما پروسپیکتیو ممکن کسی چالنجینگ باشه برای یک سونولوژیست، که کاش که ما این بجای التراساوندش هم میداشتیم و نظر سونولوژیست. تشکر از توجهتان. ای بود سیشن دیگه و چانس خوب و وقت خوش.